ششمین روز شهریور ماه برابر با 28 اوت سال 1128 خورشیدی برابر با 1749 میلادی، زادروز یوهان گوته، شاعر و نویسنده آلمانی. یوهان ولفگانگ گوته از مشاهیر نویسندگان و شعرای آلمان به شمار می آید. در شهر فرانکفورت آلمان دیده به جهان گشود و پدرش حقوقدان بود و محیطی فرهنگی برای رشد و تعلیم و تربیت گوته فراهم آورد. وی در این محیط تحت آموزش منظم و کامل قرار گرفت. در 16 سالگی جهت تحصیل در رشته حقوق به لایپزیگ رفت و گوته بزرگترین شخصیت ادبی قرن 19 و یکی از برجسته‌ترین نوابغ تاریخ بشر شد. گوته را مبلغ ادبیات آلمان می‌دانند. روح بلند پرواز، قوه تخیل بی‌نظیر، قدرت بیان و قلم سحرآمیز او در مردم آلمان سخت تأثیر کرد و او را سرآمد شعرا و نویسندگان آن کشور گردانید. وی علاوه بر رشته‌های ادبی در علوم فیزیک، پزشکی و طبیعی نیز مطالعه و تحقیق کرده و تألیفاتی دارد. او به اشعار حافظ علاقه خاص داشت و زبان‌های لاتینی، یونانی، ایتالیایی، انگلیسی و عربی را می‌دانست. سال 1311 خورشیدی برابر با 1939 میلادی، در گذشت مستوفی الممالک، صدر اعظم مشروطه و سیاستمدار. حسن مستوفی فرزند میرزا یوسف صدر اعظم ناصرالدین شاه قاجار بود و چون درگذشت به فرمان شاه تمام مشاغل و امتیازات پدر به پسر بزرگتر داده میشد. پس بعد از مرگ پدر تمام القاب وی به حسن 12 ساله داده شد و مستوفی الممالک لقب گرفت. مستوفی در 30 سالگی راهی اروپا شد و پس از چند سال به دعوت اتابک اعظم نخست وزیر محمد علی شاه به ایران بازگشت و در کارهای دولت ترقی کرد. و یکی از چهره‌های جالب و مهم عصر مشروطیت است که 6 بار به نخست وزیری رسید و 11 کابینه تشکیل داد، 5 مرتبه وزیر جنگ، 4 نوبت وزیر کشور، 1 دفعه وزیر امور خارجه و 1 بار وزیر مشاور شد. وی همچنین در ادوار اول، 3، 4 و 5 نماینده مجلس شورای ملی بود، ولی به علت احراز مشاغل اجرایی کمتر در مجلس کار می کرد. سال 1372 خورشیدی برابر با 1993 میلادی، امضای قرارداد صلح بین یاسر عرفات و اسحاق رابین. بحران خاورمیانه و مسئله فلسطینی ها و اسرائیل در دهه آخر قرن 20 نشیب و فرازهای بسیاری داشت. در این زمان بیل کلینتون پس از انتخاب شدن به ریاست جمهوری آمریکا برقراری صلح در خاورمیانه و آشتی بین اعراب و اسرائیل را به عنوان نخستین اولویت سیاست خارجی خود اعلام نمود و اسحاق رابین نخست وزیر رژیم صهیونیستی و یاسر عرفات رئیس سازمان آزادی بخش فلسطین را برای انجام مذاکرات صلح به واشنگتن دعوت کرد. یاسر عرفات و اسحاق رابین سرانجام قراردادی را امضا کردند که به موجب آن سازمان آزادی بخش فلسطین موجودیت اسرائیل را پس از گذشت 45 سال از تأسیس آن به رسمیت شناخت. موسیقی